با درک اهمیت دیجیتال سازی قوانین افغانستان، ما بیشتر از 2800 عنوان سند تقنینی را در دیتابیس جابجا کردیم. و این اسناد تقنینی باید گفته شود که از سال 1342 به این سال، از سال 1342 هجری شمسی در جریده رسمی افغانستان وجود داره یا در جریده رسمی افغانستان به چاپ رسیده که ما تانستیم تمامی قوانین به سه زبان، به زبان فارسی، به زبان پشتو و اما به زبان انگلیسی تنها عناوین از این داخلی دیتابیس قرار دادیم. خوشبختانه این دیتابیس این کار برای ما بسیار ساده ساخته و می توانیم شاگردان به بسیار صورت و بسیار زودتر توسط که در اینترنت وصل باشند می توانند معلومات بهترین و عالی ترین وجه در دسترس خود قرار بدهند. بعد زمانی که ما دسترسی بسیار ساده و سهل و آسان به قوانین افغانستان به اشکال مختلف بس که توسعه شد به او دسترسی پیدا میکنیم، در کنار از او در حقیقت ما یک بخش تاریخ حقوق افغانستان هم معرفی میکنیم. ما میتونیم، یعنی مسئولیت زی بسیار زیاد است، ما میتونیم که به شکل آنلاین قوانین پیدا کنیم، هر قوانین را کار داشته باشیم، خصوصا مسئله حقوق یا سرچرا که میخواین درباره قانون افغانستان اصولنامه و فرامین قوانین که ضرورت داشته باشن و بسیار سهولت میتونن از این استفاده کنن.